در رابطه با استفاده از کمک های اولیه در صورت مسمومیت صحبت بکنیم زمان که شخص مسموم میشه چه کمک هایی را تا که او به شفخانه برسه ما میتونیم انجام بتیم به خاطر دکتر سیب رفی نزیر اینجا در گلبانگ با ما هست باز هم و صحبت بخیر دکتر صاحب در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم صبح شما بخیر صبح بینده عزیز بخیر مسمومیت بسیار مختلف مواقع داره دلجان. نمی فهم موضوع سر مسئولیت غذایی صحبت کنیم این فکر غذایی زمانی که ای اتفاق مفتد چگونه کمک میتونیم برش انجام بدیم خب مسمومیت غذایی خو اصلا خودش به سه کاتگوری تقسیم خوب. میشه یکی مسمومیت غذایی که توسط زهریات میکروب ها که به مرور زمان در غذا آزاد میشن غذاهایی که با حرارت گرم انکوبیت میشه یا نگهداری میشه ده. رخ میده که زیاتر مواقع ازی در بین امی فاست فود باشه مثل برگر و مسائل و دیگه موقعی که این مسمومیت رخ خمیده در برنج است که اگر برنج دیر باقی بانه در داخل از یه استفیلو از زهریات خود آزاد میکنه که واقعا یک زهر خطرناک و سمیت بسیار شدید بر انسان ایجاد میکنه و همچنان مسمومیت میتونه که با وسیله باکتری های ایجاد شوه و که این فرق میکنه حالتش و همچنان مسئولیت هایی که توسط آمیب ها و جردی ها مسائل ایجاد میشه ای هم است اما خطرناکترین و خرابترین از ای اینمی است که توسط هستند زهر استافیلوکوکس اوریاس که یک میکروب طبیعی است میگه مرض تولید نمیکنه در سیستم هاضمه است کجا پیدا میشه چرا استافیلوکوکس اوریاس یک میکروب است که در جلد ما و شما به شکل بسیار زیاد طبیعی وجود داره در غشای مخاطی جوف دهن ما همچنان به شکل طبیعی وجود داره و همچنان در غذاهایی که ما شما میخوریم با یک فیصدی استافیلوکوکس اوریاس وجود داره یعنی بدون از این میکروب اچ امکان نداره که آدم باشه یعنی هیچ راه بر از این نیست خودش وقتی که که در میالت طبیعی خود میکروب باشه مرض تولید نمیکنه ولی اگر زمینه برش مساعد شود که زهر خود آزاد کنه زهر ازی بسیار سبب مصمومیت شدید مثلا که علائم مزی است مریض استفراغات می داشته باشه بله. سالات می داشته باشه تب می داشته باشه لرزه می داشته باشه خب برای طور یک مریض اگر که ما مواجه شیم که بعد از یک غذا میخورد دو ساعت چهار ساعت یا 6 ساعت بب. بعد از غذا همه طور یک حالت تهوع و یاد البدی باشه اسهالات باشه،, باشه لرزه داشته باشه دردها و حرکات خراب بدن باشه در خانه ما باید چی بکنیم اصولا تداوی از این مریض اصل اصول تداوی را تطبیق مقدار کافی مایات تشکیل میده بنابراین مایات گرفته شد باید گرفته شد در صورت که استفراغات قابل کنترل باشه و گایدلاین پیشنهاد میکنه میگه میکن که در خانه اگر شما میخواین که پیش دکتر نرین و امی مشکل تانا در خانه حل کنین شما در ابتدا بسیار کم کم بنوشین آب بسیار پاک باشه بح. بسیار خفیف نوشیده شوه و تا این وقتی که دلبدی ها کم شوه و بعداً به مرور زمان این یا به مقدارش زیاد ساخته برین بح. که دلبدی که یک بار رفع شد باز مقدار هاب باید زیادتر شوه زیادتر. غذاهای سخت و غذاهایی که سنگین قابل هضم هست از اونا جلوگیری کنیم مثلا گوشت و این مسائل خوردنش خوب نیست در کاری خوب نیست فقط غذاهای بسیار مایه باشه مثلا مثل یک باشه مثلا یک آش, آش باشه ده. مثلا گپ بسیار زیاد خوب است شکل مایر داشته باشه مثلا جوس میوجات گپ بد نیست که اگر استفاده بکنن گپ بسیار زیاد خوب است مثلا از گوشت باید 100 جلوگیری شود در اینطور اوقات کیله را بسیار خوب پیشنهاد میکنن چون کیله پتاشم داره و یک اندازه از می خود تهوع هم جلوگیری میکنه معمولا اگر شخص مقدار کافی مایات بگیره این در بس در ظرف 24 ساعت این مشکل رفع میشه حل میشه ولی بعض مواقع هست که باید در ذهن داشته باشیم که حتما باید پیش دکتر در دا این صورت مراجعه کنیم در قدم اول در صورت که استفراغات بسیار شدید و همچنان نمرای محتوی مواد غذایی و محتوی میده خون هم شامل باشه در محتویات استفراغات در این صورت باید شد در صورت که سالات بسیار شدید و همچنان زایات خون شروع شد در این صورت باید نزد دکتر مراجعه شد در صورت که دردای شکم بسیار شدید باشه و غیر قابل تحمل باشه هم نزد دکتر مراجعه شود یک حادثه بسیار خرابه که در این حالت رخ می دهد جان دیهیدریشن یا ضایع کردن مایات بدن است باید در این صورت وقتی که بفهمیم که مایات بدن ما بسیار زیاد ضایع شده ما باید یک کار بکنیم که هرچی سریع نزد دکتر مراجع کنیم تا که نشه که این مساله سبب از بین رفتن گرده ها شود علایمش امی علایم دیهیدریشن میگم با سوالتون فراموش نشه عبدالله جان علایم دیهیدریشن قدم اول خشکی دهن است کم بعدم. شدن ادرار است امی تورگور یا امی الاستیکیت جلد خود از جلد نرم میشه درست یعنی دی, هایدرشن. دی هایدرشن. یا زای مایات زای مایات, مایات که از دست رفته باشه امی موضوعات می داشته باشه خب دکتر زمانی که شخصی که مسموم غذایی یا تسمم غذایی برش پیدا شده خب حالت خوب, خوب نمی داشته باشه بالاخره ما چه وظیفه داریم چه کار رو باید انجام بدیم خب من دقیقاً اینجا نخواهیم بفهمیم قدم اول باید من خبرتون گفتم اصل اساس تداوی رو تطبیق مایات تشکیل میده مریض اصلا در ابتدا در شاید مریض نتونه امول اعظم مایات چیزی بخوره ب... نتونه در این صورت باشه. باید مایات وریدی تطبیق شود یعنی سر کلینیک مراجعه شود یا به شفاخانه مراجعه شود تا یک مایات از طریق ورید برای مریض تطبیق شود یا سیرم داده شود برای مریض در ابتدا امو طریقی که براتون گفتم اگر دلبدی بدی هم باشه یک یک شپاپ بسیار کم کم دل دیگر میگیرن ما متوجه نشیم دقیقاً دلبدی یا کم باشه او رو برداشت بکنیم که گویا کدام چیز دیگه هست خب اگر تال بخوره باعث چی خواهد شد اگر تال بخوره مثلا مریض مایات نگیره دی هایدریشن رخ میده مایات خب. بدنش از دست میده مش خراب که بار میاره وقتی که مایات بدن کم باشه گرده ها چیزی برای فلتر کردن نمیداشته باشه گرده ها به طرف عدم کفایه میرن و فعالیت خود از دست میدن بسیار یک حادثه خطرناک میتونه پیش بیاد بنان این یک یک حالت است که بسیار زیاد سری بر شفاخانه مراجعه شود چای سبز بسیار خوب پیشنهاد میکنن در تصاویر مای غذایی و آب پاکه و اگر که اوارس باشه خب بسیار گپ خوب است به. که یک مقدار هم قدر که مایات نمکیات خود شخص از دست میته دوباره از طریق اوارس بگیره و از ترکاری باب سبز در جریان تصمیم غذایی جدا جلوگیری گیری شود قابل یادواری است بله بسیار علی یک جان تشکر دکتر شما نکات خیلی مهم و خوب را اشاره کردین ما ما ارزو دارم که خیلی از خانواده این, این موضوع را متوجه باشن مخصوصا دخترایی که مکتب میرن بچه‌ای که مکتب میرن و این اتفاقات این و اواخر و در در زمانی که مکاتب هست اتفاقا در مکتب خیلی زیاد میفته بله بنا نیاز است که مایات زیاد بتین برای کسی که با این مشکل مواجه شده تا اینکه حداقل کم برش مفید واقع شد گپتون میکنم، می کنم می که یادآوری کنم که یک روز دیگه در در مورد تسممات مواد مسموم کننده زهریات که از طریق مواد غذایی مملو می باشه و گپا صحبت خواد کردیم مال خو وقت نیسته ولی بس. برای شک روز اختصاص بتن که او سمیت فرق میکنه او یک عادثه امرجنسی است که چی باید بکنیم او متفاوت تر است از همه غذایی است بسیار حتما چرا